شمار رومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر ربیم صد هزار بار زمن، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. نازنین آریا هستم و شما به یکی دیگه از برنامه ایرانمان از سری برنامه کانال اوپ تیوی توجه میکنیم. بریم به سراغ مستند بزرگ سردار تاریخ ایران، بابک خرمدین. قبل از اینکه وارد خود مستند بشم میخوام یه چیز رو خدمت عرض کنم. دیدید محبوبیت چه گوارا رو بین نسل جوون؟ پیدا کن مردی را که بخواند چه گوارا. یا کلن وقتی با خیلی از جوانان صحبت میکنن خیلی اطلاعات دارن در مورد جنبش مقاومت فرانسه که در مقابل نازی ها جنگید، یا جنبش های پارتیزانی. کلن یه گرایشی وجود داره که یه علاقه وجود داره نسبت به پارتیزان ها که در قدیم جنگ پارتیزانی میکردن، در دنیا امروز جنگ های شهری میکنن، مقاومت میکنن در برابر ارتش خارجی که کشورشون رو اشغال کرد. اما متاسفانه بسیاری از جوانان ما از بزرگترین پارتیزان تاریخ کشور خودمون که سردار بابک خرمدین باشه بی اطلاع. چنان که دیگه همتون میدونید اعراب کشور ما رو فتح کردند و بعد از خلفای راشدین و علی ابن ابی طالب و بنی امیه عباسیان میان روی کار. در تمام طول این مدت ها و به عقیده من بیش از 1000 سال تا به همین امروز هم ایرانی ها در مقابل اعراب
مقاومت کردن و تنها کشوری بودیم که همچنان هم داریم مقاومت میکنیم. و در طول این زمان ما شاهد قیام‌های سیاه جامگان بودیم در خراسان به سرکرده ابو مسلم، سپید جامگان بودیم و سرخ جامگان که بابک خرمدین رهبرش بود سرخ میپوشیدند اینها، و همچنین میگم با فاصله‌های زمانی مختلف ولی در اون بره از تاریخمون، و همچنین قیام مازیار در طبرستان و بسیار مقاومت‌های به صورت متفاوت در جاهای مختلف ایران. اما یک نگاه خیلی کوتاه مختصر خلاصه داشته باشم به دین خرمدینی. دین خرمدینی یکی از گرایشات دین مزدکیان هست و مزدک هست، و خب شباهت هایی بین اینا هست، اختلافاتی هم وجود داره. شباهت اینا اینه که در دین خرمدینی هم به مانند مزدکیان اساس بر شادیه، و بنابراین غم و اشک و گریه مکروه به حساب میاد. و چیز دیگه ای که هست در دین خرمدینی، بسیار جایگاه زن جایگاه بالاییه. و البته تفاوت‌هایی هم داره با دین مزدکی، و یکی از بزرگترین تفاوت‌هاش اینه که مزدکیان اعتقاد به جنگ نداشتن به هیچ وجه، ولی خرمدینان احتمالاً چیزی که من به نظرم میاد به خاطر شرایط اون زمان ایران تصمیم می‌گیرن به جنگ و مقاومت. خب بابک خرمدین در زمان خلیفه معتصم هست، خلیفه معتصم عباسی. بابک 22 سال در مقابل اعراب میجنگه، 22 سال در مقابل اعراب میجنگه که بزرگترین نبردش هم نبردش با یحیی ابن معاذ که از امرای ارتش خلیفه عرب بود. و بعد از پیروزیش بر یحیی ابن معاذ، آوازه خرمدینان بسیار میپیچه در سطح ایران. یک امیدی، یک آتشی در کوهستانها بلند میشه و یک امیدی در دل مردم به وجود میاد که بسیاری از اهالی اصفهان امروزی و همدان امروزی میپیوندن به خرمدینی. اینجا بعد از این گرایش وسیع که پیش میاد، احساس خطر بزرگی میکنه خلیفه بغداد، و متاسفانه دردناکترین بخش داستان زندگی بابک اینه که معتصم خلیفه عباسی برای شکست دادن بابک که شکست ناپذیر شده بود، میاد و به یک سرلشکر ایرانی ارتش خودش که افشین باشه از اون یاری میگیره و دست به سوی او دراز میکنه. حالا افشین کی هست؟ افشین فرزند کاووسه که یک پادشاهی بسیار کوچیکی در دل خلافت بنی عباس داشت، و در زمان پدر خلیفه کنونی که مأمون باشه، پدر معتصم که مأمون عباسی باشه، کاووس میره و مسلمان میشه و به خلیفه میگه که تو بذار من این پادشاهی خودم رو نگه دارم و به تو خراج ندم، در ازاش در نبردها و اینها کمکت میکنم با ایرانی ها. و پسر کاووس که افشین باشه در جنگ مصر، در نبرد مصر، در کنار مأمون می جنگه و
بعدها هم که فرزندش معتصم بعد از مأمون به خلافت میرسه، از همون نورد مصر آوازه افشین رو میشناخت. خلاصه افشین راهی میشه به سمت آذربایجان و چنان که میدونید احتمالا عکس ها و فیلم ها دیدید، بابک در یک دژ بسیار مستحکمی در بالای کوه ها استقرار داشت. دژ بسیار وسیع بود و اما امکان ورود بهش تقریبا صفر بود، مگر اینکه از راه اصلی که خود خرمدینان رفت آمد میکردند واردش میشدیم، وگرنه باریکی راه ها ارتفاع دژ بسیار بسیار ورود بهش رو غیر ممکن کرده بود. و خب اینم بدونید که خرمدینان می اومدند حمله می کردند به اهدافشون بر ضد خلفای عرب و سریع به حالت سرعتی برمی گشتند در دژ. این رمز پیروزیشون بود. خلاصه افشین میره به سمت قلعه بابک و در طی مسیر در خوی امروزی و مرند امروزی دوبار شکست میخوره از بابک خرمدین و خرمدینان. اما هر ماهی یک بار، بین یک ماه تا یک ماه و نیم یک بار، خلیفه عباسی همینطور برای افشین پیکش رو میفرسته و پول بسیاری درهم در اختیارش قرار میده برای اینکه بتونه کارش رو پیش ببره. خیلی جای تأسف‌بار قصه بابک اینجاست که متأسفانه آدم واقعا، ما فکر میکنم هنوز هم در تاریخمون داریم از خیانت‌ها ضربه میخوریم. دردناکترین بخش داستان بابک که عین حقیقت تاریخه، عین حقیقت تاریخه، در کتاب تاریخ طبری در فکر میکنم جلد 7 صفحه 105ش، جلد 7 صفحه 105ش این قضیه کاملا ذکر شده که بابک میاد و برای افشین قاصد میفرسته و بهش میگه که من و تو ایرانی هستیم، ما دلیلی نداره با هم دیگه بجنگیم. چه دلیل داره که ما با هم بجنگیم؟ و نکته جالب قضیه هم اینه، نکته بسیار دردناک قضیه هم اینجاست که افشین هیلگری بزرگی میکنه. بعد از اینکه این ارتباط بین این دوتا برقرار میشه، افشین به بابک میگه که من حرفتو رو قبول میکنم و من از طرف خلیفه برای تو اماننامه مینویسم، برای تو اماننامه میگیرم، بیا تو فعلا همون منطقه رو که داری حفظ کن، با خلیفه صلح کن، بعدش میتونی کارت رو گسترش بدی، یه مقدار قدرت به دست بیاری، بعدا میتونی کارت رو گسترش بدی. خلاصه اینطوری بابک رو میکشونن از قلعه بیرون به هوای مذاکره در مورد شیوه بحث در مورد آینده و کارهایی که میخوان انجام بدن. بابک خرمدین میاد بیرون از قلعه و تا جایی نزدیک میشه به افشین که با فریاد صدای همدیگر رو میشنیدن. کاملا نمیره نزدیکش بشه ولی بسیار از قلعه دور میشه، نزدیک اون کمپی که افشین زده بود، اون پاتوقی که افشین کرده بود، و با یه فاصله که صدای همدیگر رو بشنوند با همدیگه شروع میکنن به صحبت. و در همین زمان سپاه عرب خلیفه از راهی که بابک اومده بود، راه رو که باز کرده بود، قلعه رو که باز کرده بود، اومده بود بیرون. سپاه خلیفه از پشت، قبل از اینکه بدون اینکه بابک ببینه، چون فاصله خیلی زیاد، میره حمله میکنه به داخل دژ و دژ رو به آتش میکشه و نابودش میکنه. و بابک خوشحال از نتیجه مذاکرات میاد که برگرده بره سر دژش، میبینه که آتش همه جا رو فرا گرفته و چنین افشین بابک رو فریب داد. و بابک بعد از این قضیه سوار بر اسب میتازه به سمت ارمنیه کنونی، حد فاصل آذربایجان و ارمنستان. در اونجا در کنار جوی آبی با یک کشیشی برخورد میکنه و قبلتر از این حمله، اون روز دردناکی که قلعه بابک با آتش کشیده شد، قبلتر از اون افشین به تمام اطرافیان، ایالات اطراف، پیک فرستاده بود که اگر بابک فرار کرد، گریخت، اومد پیش شما، شما باید به من تحویل بدین، وگرنه با سرکوب سپاه من روبرو میشین. خلاصه بابک میره در خونه اون کشیش ارمنی و در کنار هم هستن، ولی اون فرد بابک رو میفروشه به یکی از افراد افشین و به افشین اطلاع میده که این اینجاست و میاند و بابک رو دستگیر میکنند و زنجیر در پا و زنجیر در دست به سمت مرکز خلافت که اون موقع شده بود سامرا
بابک رو میبرند و یک چیزی که در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرینکوب در مورد همین بازگشت بابک نوشته و بسیار دردناکه اینه که در طول مسیر زنان ایرانی با دیدن بابک شیون میکردند، زاری میکردند، با دیدن این صحنه که این سردار مقاومت ایرانی، این بزرگ تاریخ ایران در زنجیر کشته شده به دست سپاه عرب و دارن میرن به سمت سامرا. و موقعی که بابک وارد سامرا میشه، سوار بر فیل میکننش، در شهر میچرخونندش و بعد اعدام حماسی بابک صورت میگیره. اگر ما اسم فردی را که در طول تاریخ از او جز دشمنی و کینه نسبت به اسلام چیز دیگری سراغ نداریم و هیچ فضیلتی در او نمی‌بینیم جز اینکه با مسلمین می‌جنگیده، نام او را روی بچه‌هایمان بگذاریم، مثلا اسم فرزندانمان را بابک بگذاریم، چه سودی دارد؟ اگر امر دایر شود میان بابک و معتصم، باز معتصم از بابک بهتر است. مرتضی مطهری. ایران نشسته است، این شیر پنجه